سخن باز می شود. این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنی است نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی سلام به یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که هر کجا که هستید حالتون خوب باشه، سلامت باشین و پای برنامه علامت سوال نشستید. خیلی خوشحال هستیم که یک بار دیگه، یک سه‌شنبه دیگه از راه رسید و تونستیم که به فیض خداوند در این برنامه باز هم با شما عزیزان باشیم. عزیزان خیلی خوشحال میشیم که در طول برنامه همونطور که میدونید به صورت 90 دقیقه هست، با ما همراه باشید و تا آخر برنامه اگر شما هم سوالی دارید، صحبتی دارید، حتما با ما در میان بگذارید. همونطور که میدونید در اول برنامه حدوداً نیم ساعت راجع به یک موضوع خاص صحبت میکنیم و در این مدت تلفنی گرفته نمیشه، اما حتما خوشحال میشیم که شما عزیزان اگر سوالی دارید برای ما به صورت پیامک بفرستید و بعد از اون نیم ساعت هر زمان که خواستید میتونید تلفن بزنید و سوالاتتون رو بپرسید. اما شماره تلفنی داریم مخصوص دوستان عزیزی که در خارج از کشور ساکن هستن که میتونید مستقیما با این شماره تلفن به استودیو وصل بشین. شماره تلفن 2044-227-806-9832 که شماره هست که مخصوص استودیو هست و صحبت کردن. شماره تلفنی داریم برای دوستان عزیزی که در واقع خارج از ایران ساکن، ببخشید داخل ایران ساکن هستین، که با پیش شماره 021، یعنی پیش شماره در واقع تهران آغاز میشه، 021-828-2753. خیلی راحت ارزون میتونید به استودیو لندن در واقع وصل بشید. شماره تلفنی داریم مخصوص دوستان عزیزی که از تلفن هوشمند استفاده میکنیم که از طریق تلگرام، واتساپ و همچنین وایبر میتونید با این شماره برای ما پیغام های صوتیتون رو، پیامک هاتون رو، سوالاتتون رو به صورت نوشتاری و همچنین درخواست های دعاتون رو بفرستید. 2044-78-66-16-46-81 و از طریق فیسبوک علامت سوال میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید، فیسبوک 107 پارت و خلاصه تمامی این راه ها وجود داره که شما عزیزان بتونید خیلی خیلی راحت تر با ما در تماس باشید. عزیزان تا چند لحظه دیگه برمیگردیم با مهمان عزیزمون در استودیو. خب همونطور که هفته گذشته خدمت شما عزیزان گفتم، مهمان عزیزی داریم، خانم لوئیز مخوف عزیز که بعد از مدت‌ها مهمان برنامه ما هستن. خیلی من شخصا خوشحالم، خیلی دوستشون دارم و واقعا بهتون خوش آمد میگم. مرسی سالی جان، من خودم خیلی دارم، هم برای شما هم برای بینندگان عزیز تنگ شده بود. بعد از غیبت کبرا، به قول من غیبت کبیر، در خدمتتون هستم، همینطور در خدمت بینندگان عزیز. خوشحالم که این ساعت از شبشون رو به ما اختصاص دادن. امیدواریم ناامیدشون نکنیم، ما مایوس نشن از اینکه برنامه رو نگاه کردن. نه حتما که اینطور نیست، من مطمئن هستم که دوستان دوست خواهند داشت، به خاطر اینکه موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم موضوع خیلی مهمی هست. من اتفاقا لازم هست که یک بار دیگه یادآوری کنم عزیزان، اگر دیدین که بارها گفته شده، اگر موضوع خاصی رو که میخواید راجع بهش برنامه داشته باشیم، مثلا در نیم ساعت اول برنامه، ما خوشحال میشیم از پیشنهادات شما، چون دقیقا ما بر اساس پیشنهادات شما عزیزان این برنامه ها رو میسازیم و چون خیلی از شما درخواست کرده بودید که راجع به این موضوع به صورت خاص صحبت بشه، احترام به والدین، پس ما این موضوع رو انتخاب کردیم و مهمان عزیز ما قرار هست که امروز در رابطه با این موضوع صحبت کنن. پس ببینید چقدر برای ما مهمه پیشنهادات شما عزیزان.
اما بریم سراغ موضوع اصلی برنامه که در واقع احترام به والدین هست، که خب خلوز اینو همیشه گفته میشه، بعضی وقتا دیگه گفته میشه که این حرفا کلیشه‌ای شده، نمیدونم عامه پسنده، نمیدونم، خیلی خیلی شاید بعضی وقتا دیگه این قضیه رو ساده میگیریم و برامون زیاد مهم نیست، مخصوصا تو این دوره زمونه دقیقا. تو این دوره زمونه که به قول معروف دیگه میگن که شدیداً شده فرزند سالاری. دقیقاً. و وقتی که فرزند سالاری بشه یه وقتایی احترامات هم ممکنه کنار گذاشته بشه. اما بریم سراغ در واقع کتاب مقدس. ما در خروج 20:12 میبینیم که صحبت شده که پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. همچنین در افسسیان 6:2-3 در واقع آیات 2-3 میبینیم که باز گفته میشه ای فرزندان والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است. پدر و مادر خود را احترام نما که این حکم اول با وعده است، تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر زمین کنی. خب وقتی که خب برمیگردیم به آیات کتاب مقدس میبینیم چقدر این قضیه مهمه. دقیقاً. در صورتی که خب واقعا بعضی وقتا نادیده گرفته میشه. تا احترام رو چی ببینیم؟ حقیقتش اینه که احترام به والدین در مجموعه خانواده مفهوم پیدا میکنه. خانواده یک واحد جداییه برای خودش. این همین جدا بودن این واحد خانواده در درون خودش یه سری مفاهیم داره که ما باید اینو خوب باز کنیم. تولد، به اصطلاح ازدیاد نسل، رشد، بلوغ، چه جسمانی، چه عقلانی و روحانی در داخل خانواده مفهوم پیدا میکنه. احترام مفهومیه که در خانواده شکل میگیره. بلوغ وقتی که میگیم یک مسئولیت شخصیه. بلوغ گفتیم در خانواده صورت میگیره، رشد میکنه، یک مسئولیت شخصیه. بلوغ یه چیزی نیست که از بیرون ما وارد خودمون بکنیم، یک فرایند درونیه. یک بچه که به دنیا میاد خانه‌ها رشد میکنه و به یک مرحله میرسه که از نظر فیزیکی جسمانی به بلوغ میرسه. ما میگیم برای دخترها یک سری چیز هست، برای پسرها یک سری. این بلوغ جسمه. به همون نسبت که جسم به بلوغ میرسه، مغز، درک، چیزای روحانی، مفاهیم، تشخیص دادن، حکمت، احترام، همه اینها مخصوصا حس مسئولیت رشد میکنه. اینم به بلوغ میرسه. در خود همین افسوسیان باب 4، شما آیه باب 6 رو اشاره کردید، در باب 4 قسمتی رو در مورد بهش میگن که خدمت به اصطلاح پنجگانه در مورد انبیا و مبشرین و معلمین و شبانان و اینا صحبت میکنه، ولی یک کلمه جالبی اونجا هست، دو تا سه تا کلمه کلیدی هست. در مورد انسان کامل صحبت میکنه، کلمه ترقی رو استفاده میکنه و کلمه بنای خیشتن، که اینا مربوط میشه به بلوغ. بلوغی که شخص در حین رشد چه فیزیکی چه عقلانی داره بهش میرسه. میگه که همه اینها به انسان کامل، تا کلمه تا رو استفاده میکنه تو این آیات، میگه تا به عنوان به اون یگانگی معرفت خدا که بفهمن نقشه نجات خدا رو، اون معرفت خدا، خدا رو بشناسن و به اندازه به انسان کامل، به اندازه قامت پری مسیح برسن، که اینا خودش یه در هر چیزی ترقی بکنه. این خودش نشانه به اصطلاح رشده. همونطور که شما خوندید از کتاب خروج، احترام به پدر و مادر یکی از 10 فرمانه، در واقع پنجمین فرمانه. ما 5 تا 5 تا اگه بخوایم تقسیم بکنیم، پنجمین فرمان هست. ما اینو احترام میذاریم در درجه اول، ما پدر مادر رو احترام میذاریم برای اینکه دستور مستقیم خداست، جز 10 فرمانه. 10 فرمان در واقع چکیده اصلی اون تعالیمیه که خدا میخواسته به قوم خودش بده. همه چی در این 10 فرمان گنجیده شده. این مسئله احترام به والدین اینقدر مهم بوده که بعد از این که گفته که خداوند خدای خودتو دوست داشته باش، نمیدونم بت نساز و همه اینها رو که گفته، اولین چیزی که گفته پدر و مادر خود رو احترام کن.
این جزء فرامین مستقیم خدا هستش. خود خدا به ما اینو توصیه میکنه، میگه پدر و مادر خودت احترام بکن تا روزهای زندگیت، ایام تو، این ایام حالا چه کوتاه چه چیز، حالا به هر چقدر بخوایم بگیم، پربرکت باشه، عمر طولانی بر زمین داشته باشی. افسوسیان 6 پولس رسول این فرمان رو گرفته و توضیح داده چقدر این مهمه در خانواده، چون در بابی که داره صحبت میکنه، باب 6 افسوسیان، در مورد روابط زن و شوهر صحبت میکنه، رابطه پدر و مادر با فرزندانه، در مورد ارباب و برده و این حرفاست و در مورد احترام به پدر و مادر. برگشته اینو پولس رسول خودش این رو اضافه کرده، گفته که این تنها فرمان با وعده هستش. یعنی چی؟ ما گفتیم 10 فرمان 2 قسمته. قسمت اول این 10 فرمان رابطه خدا و انسانه، قسمت دوم انسان و انسانه. خب احترام به پدر و مادر هم در رابطه با خدا هست، هم در رابطه با انسان و انسان هست. یعنی اگر این وسط خطایی صورت بگیره، یک اشتباهی بشه، گناهی بشه، اون شخص خاطی هم از خدا باید طلب بخشش بکنه، هم از شخص، از انسان. این خیلی مهمه، برای اینکه از نظر اون سلسله مراتب الهی خدا خود رو پدر میخونه. چون خودش پدره، این احترام به پدر و مادر رو در واقع اهمیت زیادی داده، برای اینکه تا یه حدی یک همکاری هست بین اینا که توضیح خواهم داد. پدر و مادر شایسته احترام هستن. گفتیم پولس رسول گفته که این تنها فرمانیه که با وعده همراه است. وقتی میگه وعده، تنها فرمانی اینجوری میگه، میگه تا روزهای تو بر زمین طولانی باشه، تا برکت داشته باشی، تا اسمی از تو به نیکویی مانده بمونه. ولی برای فرامین دیگه اینطوری نیست. میگه دزدی نکن، قتل نکن، دروغ نگو، همینه. ولی تنها فرمانی که بهش وعده همراه هست، کلمه تا آورده یعنی ادامه داره، توش یک برکت هست، فرمانیه که در مورد احترام به پدر و مادر هستش. این خیلی جالبه خالد، حالا صحبتتون فراموش نکنین. خیلی جالبه که چقدر این قضیه برای خدا مهمه. همونطور که خودتون اشاره کردین، مثلا خدا خودش رو پدر میدونه. الان که داشتیم میگفتیم، ببینیم مثلا بارها بارها آدم این آیات رو ممکنه بخونه، بارها شاید شنیده شده احترام گذاشتن، ولی میگم که واقعا این قضیه انقدر شاید بعضی وقتا تکرار بعضی از بعضی چیزا اون قضیه رو دیگه نمیدونم لوس میکنه. آره، نمیخواستم از این کلمه استفاده کنم، ولی شاید همون بهترین کلمه است که بشه استفاده کرد. اینقدر این قضیه برای سطحی و ساده و دیگه واقعا نمیدونم، واقعا بی ارزش میشه که فکر میکنی که خب دیگه اصلا مهم نیست. میگم مخصوصا تو این دوره زمانه، ولی وقتی مثلا صحبت میشه راجع بهش، خیلی جالبه که چرا واقعا چرا خدا اینقدر رو این قضیه تاکید کرده. میدونید خدا خودش خانواده است، خانواده برای خدا خیلی مهمه. گفتیم احترام در خانواده مفهوم پیدا میکنه و رشد میکنه. مسئولیت شخصی در درون احترام هستش، در احترام مسئولیت وجود داره توش. خدا خودش پدر پسر روح القدسه، بنابراین خیلی براش مهمه خانواده و احترام به پدر و مادر. گفتم خواهم گفت که پدر و مادر همکاران هستن با خدا در امر خلقت. خدا از طریق پدر مادر خلق میکنه، درسته؟ بر همین یک نگاه خاصی روی این قضیه داره، احترام. بله، من واقعا هم شایسته احترام هستم. ببینید راحتی و احتیاج فرزندان خودشون رو به خودشون ترجیح میدن. بچه‌ها، وقتی شما خودتون بچه کوچیک دارید، اون موهای اول وقتی بیدار میشد، خواب شیرینتون براتون مهم نبود، ولی راحتی بچه برای شما مهم بود. هنوزم همونطوره. من دخترم هم همینطوره. هنوز بچهش شب بیدار میشه، تاپ 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 میاد تخت پدر و مادر. راحتی و احتیاجات خودشون رو پس میزنن، ولی مال فرزند رو میذارن در ارجحیت. همه راه‌های زندگی کردن رو یادمون میدن اینا. ما قاشق دست گرفتن، از صحبت کردن، از درست فکر کردن، از هر چی شما بگی، هر چی که هستیم، ما مدیون پدر و مادریم.
در واقع با احترام داریم به اینا میگیم که ممنونیم که ما رو اونی که هستیم ساختید. در واقع اگه ما بهشون احترام میذاریم، در واقع یه نمونه ای هم داریم میذاریم برای بچه های ما که اونها هم ما رو احترام بذارن. این مثل سلسله چیز زنجیری همینطور میره جلو، نسلن در نسل. ما موجودیت ما به خاطر وجود پدر و مادر هستش، چون این دوتا به هم نیان منی وجود نداره. با احترام به پدر و مادر در واقع ما اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم هر کی که هستیم. به قول معروف خیلی مهمه که ما چرا باید احترام بکنیم. همونطور که گفتم تنها فرمانیه که وعده توشه. ما گفتیم والدین همکاران خدا هستن در خلقت فرزندان. یک زن تنهایی نمیتونه بچه دار بشه، یک مردم تنهایی نمیتونه بچه دار بشه. دوتان که خلقت رو در واقع اون معجزه حیات، معجزه زندگی، خلقت در واقع از آمدن این دو به هم ایجاد میشه. پس از نظر خلقت انسان در این قسمت همکاران خدا هستن. در واقع خودشون رو در اختیار خدا قرار میدن که از طریق اینها موجودی، زندگی به وجود بیاد. در واقع به این طریق احترام به پدر و مادر در واقع احترام به خدا هستش، به عنوان خالق کل. احترام به اونها یه قدردانی و سپاسی رو از طرف ما به اونها ابراز میکنه که باعث تشویق و باعث ادامه، تداوم این به اصطلاح محبتی رو که نسبت به ما دارن، اون مأموریت و رسالتی رو که دارن نسبت به فرزندان، با تشویق این رو انجام بدن. ببینید هر کسی هر لطفی به ما میکنه در زندگی، ما میایم تشکر میکنیم ازش، بهش احترام میذاریم. چقدر بیشتر به همون نسبت ما باید به پدر و مادرامون احترام بذاریم. ببینید ازدیاد نسل، نسل اندر نسل نشون میده که والدینی وجود داشته، چون فرزندان به دنیا آمدن. خیلی مهمه. گفتیم که احترام به والدین هم در رابطه بین خدا و انسانه، هم بین انسان و انسانه. اینها مسن‌تر از ما هستن. هر چقدر هم در سنین جوانی حتی بچه دار بشن، کماکان از ما مسن‌ترن، بنابراین از ما داناترن، از ما پر تجربه تر هستن. بنابراین لازمه که بهشون احترام گذاشته بشه. و در واقع اینا ما رو بهتر از خودمون میشناسن. من الان کلی از سنم گذشته، خودم 90 دارم. باور کنید هر دفعه میرم دیدن مامانم هنوز اندازه غذامو میدونه. وقتی برام غذا میکشه دقیقا اونقدری میکشه که میدونه چقدر میخورم. حالا این یه چیز جزئیه، کوچیکه، ولی ما رو خوب میشناسن اینا. ما دورترین حافظه‌ای که بخوایم بریم شاید 3 سالگیمون باشه، 4 سالگیمون باشه، ولی اینا از همون ابتدا میدونن چی دوست داریم، چه جوری هستیم، اخلاقمون رو، همه چی رو میدونن. همیشه برای کمک ما آماده هستن. همیشه هم درست، اغلب درست تشخیص میدن، چون که از بیرون به قضیه نگاه میکنن، میتونن خوب تشخیص بدن وضعیت ما رو. همیشه شادی و آسایش ما رو میخوان. نسبت به موفقیت های فرزنداشون خیلی افتخار میکنن، خیلی به رخ میکشن. شما دقت کنید یه پدر مادری که سنی ازشون گذشته با چه افتخاری نسبت به بچه هاشون صحبت میکنن، مخصوصا اگر هم جای افتخار داشته باشه خیلی بیشتر. موفقیت بچه هاشون براشون اوله. آداب و معاشرت رو یادمون میدن. درسته؟ هرچه که هستیم ما رو بزرگمون کردن. آخرین چیز که میخوام باش، یعنی این مسئله رو که چرا باید بهشون احترام بکنیم، میخوام اینو تکرار کنم، اینه که همیشه با ما نیستن. این خیلی مهمه. ما پدر مادر رو همیشه نداریم. به شکل طبیعی یک زن و شوهر بچه دار میشن، بچه قرار پدر مادر رو دفن کنه، نه برعکسش. وقتی برعکس میشه غیر طبیعیه. درسته؟ نرمال به شکل طبیعی، روند طبیعیش اینه که همیشه با ما نیستن. ما قرار اینها رو جمع جورشون کنیم، به قول معروف، برای آخرتش. اون قسمت بعدش رو گفتیم دیگه. خالد یه ساعت کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم ادامه صحبت ها رو خواهیم داشت.
فردداری مدرن، زبان‌های آخر، هویت ما در آیا موضوع خاصی هست که بخواین راجبش بیشتر بدونین؟ هر موضوعی باشه، فرقی نمی‌کنه. فقط به ما پیشنهاد بدین تا در نیم ساعت اول برنامه در موردش بحث کنیم. بله دوستان عزیز، داریم در رابطه با در واقع موضوع احترام به والدین صحبت میکنیم. جزء موضوعاتی بوده که شما عزیزان زیاد تاکید کردین و خواستید که راجع بهش صحبت بشه و خب خواهر لویز عزیز به یک سری مسائل اشاره کردن. اگرچه خواهر لویز اینا همه برمیگرده به پدر مادری که خب به صورت طبیعی یک زندگی سالم دارن و چون میدونین که خب یک سری استثناء هم هست که مادر پدرهایی هستن که خب زیاد شاید وارد این گروه نمیشن، ولی به صورت طبیعی و یک زندگی سالم و یک مادر پدر سالم دقیقا همون چیزایی که خواهر لویز گفتم و در واقع من شاید بتونم این رو اضافه کنم. واقعا من فکر کنم پدر مادر تنها کسانی هستن که به فرزندانشون حسادت نمی کنن، یعنی اون طوری که شما گفتین افتخار می کنن به این که فرزند شما حالا روز به روز بیشتر پیشرفت کنه. من تا حالا ندیدم پدر مادری که واقعا حس حسادت داشته باشن نسبت به فرزندشون. ولی خب خواهر لویز این صحبت ها شد که چرا کتاب مقدس واقعا و خدا در واقع اینقدر تاکید داشته به این قضیه، اما یه موضوع دیگه هست که یک آیه هست در واقع در کتاب مقدس در لوقا 14:26 که مسیح میگه اگر کسی نزد من آید و پدر مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران حتی جان خود را نیز دشمن ندارد شاگرد من نمیتواند بود. خب این یکی از آیاتی هست که من فکر میکنم خیلی سوء تعبیر بعضی وقتا ازش میشه یا سوء تفاهمات به وجود میاد که فرزن خیلی ها مخصوصا اگر شخص حالا از یک اعتقاد دیگه، یک ایمان دیگه تغییر ایمان داده، در واقع اعتقاداتش عوض شده، ایماندار به مسیح شده و ممکن هست حتی پدر مادرش همچنان در اعتقادات گذشتهشون باشه، خیلی فکر میکنه که خب نه من الان بهتر هستم، بهتر متوجه هستم. شما یک کلمه داناتر رو به کار بردید، ولی خب شخص الان خودش رو داناتر میدونه توی خیلی از مسائل و برمیگرده هم به این آیه، میگه که خب نه من اگر قراره که مسیح رو پیروی کنم باید پدر مادرم رو دشمن خودم بدونم، اونا دشمنای من هستن. خب این آیه یعنی چی؟ آیا این واقعا تناقض هست بین صحبت های خداوند؟ بله اینو بگم الان. البته این آیه رو ما چطور تفسیرش میکنیم مسئله مهمه. ما در متن قضیه شما خوندید این رو، گفتی شاگرد من نمیتواند باشد، این در واقع بهای شاگردی و بهای پیروی از عیسی رو داره توضیح میده. پیروی عیسی به معنای اطاعت کامل از او هست، به معنای حتی از دست دادن جان، یعنی به قیمت جان ما از او پیروی میکنیم و از او اطاعت میکنیم. در واقع با این آیه این منظور این نیست که شما به اصطلاح حالا که ایمان آوردید اگه پدر مادرتون مخالف ایمانتون هستن پس حالا دشمنشون دارید و اصلا احترامشون هم نکنید و. نه اصلا اینطور نیست. این در مورد شاگردی اهمیت پیروی عیسی رو داریم. میخواد بگی که پیروی و اطاعت از خدا اولین فرمانه، اولینه، بقیه چیزها چی میگن در مراتب بعدی قرار میگیره. بهای شاگردی هست. در واقع با این آیه میخواد ما رو تشویق بکنه که ما بهتر به عمق پیروی از او ما پی ببریم. منظور این نیست که حالا پدر مادر اینا شدن دشمن ما، نه اصلا اینطور نیست. این سلب مسئولیت نیست این آیه. من حالا شما این آیه رو میگید، من یه آیه دیگر رو میخوام اضافه بکنم به این. در خود همون کتاب پیدایش باب 2:24 هستش، به محض اینکه حوا آفریده میشه خدا برمیگرده میگه که از این سبب مرد پدر و مادر خود رو ترک میکنه به زن خودش میپیونده و این دوتا یک میشن. اونجا هم بازم کلمه ترک کردنه، ولی اینا به این معنا نیست که ما سلب مسئولیت بکنیم. کماکان احترام به پدر و مادر
جز اهم وظایف ما هستش. هیچ دلیلی نیست برای احترام نکردن مگر خود پدر مادر نخوان. یعنی شما به عنوان فرزند وقتی ایمان میاریم، میخواد خیلی ها هستن از مذاهب دیگه ایمان میارن که میدونیم چقدر مسائل براشون پیش میاد، ولی در خود فرقه مسیحیت هم ما میبینیم در انواع اینا که وقتی بچه هاشون میرن کلیسا تازه پدر مادر ناراحت میشن، اسمن مسیحی هستن. وقتی که مسئله ایمان میاد و مسئله بهای شاگردی میاد، یک سری عواقبی رو به دنبال میاره، از جمله این که ممکنه انسان جان خودش رو از دست بده، کما اینکه ما شاهد هستیم چه در کشور خودمون چه در تاریخ کلیسا. از همون ابتدای شروع کلیسا ما داریم شهدایی که به اصطلاح به خاطر ایمانشون حاضر شدن جان خودشون رو از دست بدن. این داره اشاره به اون مسئله میکنه، ولی این به این معنا نیست که من به عنوان پدر مادر بگم حالا من ایمان آوردم تو به خیر من به سلامت من نیستم. این طور نیست. نه، برای درک این آیه ما باید متن رو خوب دقت بکنیم. در مورد شاگردی هست. اگر پدر و مادرمون موافق ایمان ما نیستن، از نظر ایمانی ما میتونیم از اونا جدا باشیم، ولی احترامشون رو باید نگه داریم. خواهر لویز، الان دقیقا یه آیه برای من اومد توی ذهنم یه جورایی، امیدوارم درست بگم آیه رو، دقیق اصلا نمیدونم کجا بود، اصلا خوب نیستم توی حفظ آیات، ولی داستان از این قراره که تا اونجایی که یادم میاد یک سری از شاگردان مسیح، حالا نه شاگردان اصلی، نه یک سری افراد میخواستن مسیح رو پیروی کنن و یک نفنگار میگه که من برم پدرم و مادرم رو دفع کنم برگردم. بله. که خب مسیح میگه که بگذار مردگان رو خود خب این خودش آیا بی احترامی نیست؟ بالاخره مثلا یک شخص، حالا پدرش یا مادرش، براش خب خیلی عزیزه، محترمه، حالا خدای نکرده از دستش داده، میخواد اون رو به خاک بسپاره. چرا مسیح میگه که بگذار مردگان رو به خاک بسپارن؟ چرا اجازه نمیده که اون بچه، حالا اون فرزند این کار رو انجام بده؟ بله، چون که اگر دقت بکنی در عهد عتیق هر بار خدا به نبی ظاهر شد، برگشت گفت که من هستم خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب. این یک چیزی بوده که در اون زمان مفهوم پیدا می کرده که خدا خدای زندگانه، خدا خدای ابراهیم و یعقوب، چون اینا زنده هستن. از دید یک شخص یهودی می فهمید این قضیه رو که بذار مردگان خود رو دفع بکنن، تو بیا دنبال من. این به این معنا نبود که تو حق نداری بری تو مراسم تشییع جنازه بابات شرکت نکنی. این رو نیست. باز برمیگرده به بهای شاگردی که چی رو ما در درجه اول قرار میدیم. شما یادتون باشه که خیلی از این شاگردانشون خودشون اهل جلیل بودن. در همون منطقه‌ای که خود عیسی به اصطلاح شروع به خدمت کرد، خیلی‌هاشون در همون منطقه بودن. ما میبینیم پتروس وقتی که میره به خونه پتروس، مادر زن پتروس رو که تب کرده بوده نجات می، یعنی همه چی تو خونه و خانواده بوده. مراسم کماکان انجام میشه، در مراسم قانای جلیل بر عروسی رفته شرکت کرده. ما نمیبینیم که عیسی از نظر مراسم و سنت هایی رو که به عنوان یک شخص باید در خانواده انجام میداد بهش میگفت تا نکن. معلومه که برای تشییع جنازه، برای تدفین پدر باید انجام میشد. اما اینم یادمون باشه که در مراسم یهود به محض اینکه کسی میمیره باید حتما همون موقع دفن بشه. ما در چیز حنانیا و سفیره اینو داریم، به محض اینکه اینا میمیرن جوانان میگه که اینا رو سریع بردن دفن کردن. در مذهب، در چیز یهود این طور نیست که بذارن سردخونه، حالا مثلا فامیل برسه، افراد برسن، همه باشن و بیان دفن بکنن. کسی میمرد سریع دفن میکردن. ما میبینیم در مورد حنانیا و سفیره، حنانیا اول میمیره، سریع همونجا جوانان میگه اینو میبرن، بعد زنش میاد میگه همون جوانان که شوهر رو بردن دفن کرده، یعنی حتی زنش تو مراسم نبود. متوجه شدید چطور شد؟ سریع بردن دفن کردن. برای جامعه اون زمان این مفهوم برای اون شاگرد قابل درک بود، میفهمید که چی رو میگه. همیشه خدا خودش رو خدای زندگان معرفی کرده و برای این جور چیزا میگه بذار افراد هستن که این کار رو بکنن، چون سریع باید انجام میشه. تو دنبال من بیا، حتما هدفی داشته،
حتما هدفی داشته برای اون شاگرد و کماکان ما میبینیم و هست این مسائل. مثلا یکی رو برمیگردیم که من بیام با تو پسر رو دنبال تو کجا میخوای بیای؟ برای روباهان سوراخ و نمیدونم چیز هست، ولی برای پسر انسان حتی جای خوابیدن نیست. یعنی داشت اهمیت پیروی از او رو به اصطلاح انگشت میذاشت. وقتی که میگه خداوند خدای خود رو با تمامی دل، با تمامی جان، با تمامی قوت خودت دوست داشته باش و این فرمان اولین فرمانه، همیشه این فرمان ارجحیت داره به هر فرمان دیگه. من میخوام این رو بگم که بهای پیروی و دوست داشتن خدا بر هر چیزی میچربه، حتی اینطور که ما از این آیه میفهمیم، حتی تا قیمت جان. میگه حتی فرزندان، پدر، فقط این وسط پدر مادر نیست، حتی در مورد زن و شوهر رو این مسئله رو داره میگه، در مورد برادر و خواهر، در مورد فرزندان داره میگه، حتی در مورد جان. یعنی صرفا فقط پدر و مادر نیست، میخواد بگه که اطاعت و بهای پیروی از او و همینطور دوست داشتن و محبت خدا میچربه به همه موارد دیگه. امیدوارم درست جواب داده باشم. مرسی مام. خود مسیح چطور بود؟ خودش نمونه درست این قضیه بود برای ما، برای احترام به والده ما. در فقط این مسئله البته در انجیل یوحنا ذکر شده، یوحنا باب 19 ما میبینیم که مسیح بر بالای صلیب داره درد میکشه، دست میخ شده، پا میخ شده، بستن دیگه میبینیم تو عکس ها و تو فیلم ها که به چه شکلی، چون وضعیت مصلوب شدن میدونید جوری اینا رو چیز میکردن که خود به خود، یعنی وقتی که دست و حسابی میکشیدن این قفسه سینه میزد بیرون و خفگی، به حالت خفگی اینها به اصطلاح بعضی ها تا دو روز سه روز حتی طول میکشید بمیرن. ما میبینیم که عیسی فقط 6 ساعت برای صلیب بود، به خاطر شدت بار گناهان ماها روی صلیب. حتی در وسط این دردها ما میبینیم پای صلیب برمیگرده به مادرش، مادرش و خالش و به اصطلاح یه سری از زنها از جمله مریم مجدلیه اونجا هستن. خود یوحنا این رو میگه به آن شاگردی که او دوست میداشت، منظور خود یوحنا است. چند بار این جمله در انجیل یوحنا ذکر شده، ما میبینیم که یوحنا خودش رو به عنوان شاگرد محبوب اشاره میکنه. برمیگرده به مادرش میگه این رو، میگه ای زن اینک پسر تو. برمیگرده به خود این شاگرد میگه که ای مرد اینک مادر تو. در واقع به چون که کتابای تاریخی این رو ذکر میکنن که قبل از اینکه عیسی خدمتش رو شروع کرده باشه به احتمال خیلی خیلی زیاد یوسف فوت کرده بوده، مریم بچه هاش بودن و ما باز میبینیم که خواهرش ازدواج کرده بودن، به احتمال خیلی زیاد حتما برادرها ازدواج کرده بودن، حالا اگه هم ازدواج نکرده بودن در هر حال عیسی به عنوان فرزند ارشد خانواده مطابق رسم یهود به عنوان فرزند ارشد باید برای خانواده فکر میکرد و ما میبینیم این فرهنگ حتی در کشور خود ما هم هست، همیشه بچه اول به اصطلاح مسئولیت این چیز رو میبینن که البته باید همه بچه ها باشه، فقط برای ارشد نیست. و میبینیم که در حتی در وسط درد کشیدن ها که ما فوق تصوره، حتی در اون لحظه به فکر این بود که برای مادرش چی میشه و ما میبینیم که کلام خدا میگه که فوراً، میگه در همان ساعت، منظور فوراً، اون شاگرد میگه مریم رو برد خونش، در حین این که درد میکشیده به فکر مادر بود. و ما میبینیم رابطه ای که بین مریم و عیسی هست. ما باز در خود انجیل متی داریم جایی که مریم و یوسف عیسی 8 روزه رو میبرن به معبد برای وقف کردن، برای تطهیر. این جزء رسمی چیز بود که باید 8 روز ختنه میشد و باید میرفتن به معبد تقدیم میکردن این رو. بعد اونجا ما میبینیم که شمعون نامی هست اونجا و حنایی هست اونجا، یه خانمی به اسم حنا که دعا میکنن. اون شمعون دعایی که میکنه برمیگرده به مریم، میگه که تیری به قلب تو میره، ولی برای چی؟ برای نور بخشیدن، برای اینکه امتها راه نجات رو پیدا کنن، نوری در قلب امتها روشن میشه. اونجا میگه که مریم همه این حوادث رو میگه در دل خود اینا رو در واقع مثل گنجینه نگه میداشت و در مورد اینها فکر میکرد. و ما میدونیم که چه به روز مریم اومد، چه مادری میتونه یه همچین صحنه ای رو
شاهد باشه. ما داریم در کشور خودمون مادرایی که میدونم فرزندان خودشون رو چه در جنگ، چه در زندان، چه به هر حال به انواع و اقسام و مختلف مادرها این رو از دست دادن، بچه هاشون رو، چه دردی در درونشون به اصطلاح برای همیشه است و فراموش نمیشه. حتی روی صلیب با اینکه این مادر این همه درد میکشید، ولی عیسی میدونست چه دردی داره و باید این درد در محیط خانواده تسلی پیدا کنه. برای مریم خانواده گذاشت خداوند عیسی. درست. آمین. آمین. مرسی خواهر لوئیز. همونطور که گفتم واقعا موضوع خیلی خیلی مهمی هست و اینکه کاش به خاطر بیاریم، کاش فراموش نکنیم که پدر و مادر ما کی هستن. من فکر میکنم که خیلی وقتها وقتی ما خودمون پدر مادر میشیم بیشتر میتونیم متوجه. من این جمله رو بارها شنیدم، خودم هم یکی از اون افراد بودم. و وقتی که بچه دار میشی تازه میگی که الان احساس پدر مادر رو میفهمم نسبت به خودم. و خیلی وقتا حتی اون خشم ها، اون ناراحتی ها، اون بگو مگوهایی که مسلماً خیلی وقتها ممکنه بین والدین و فرزند پیش بیاد. ما موضوعی داشتیم امروز در رابطه با دخالت که خب خیلی وقتا ممکن هست که پدر مادرها حتی از روی محبت دخالت هایی بکنن در زندگی فرزندانشون، ولی ما همه اینها رو متوجه میشیم که واقعا تمام اینا از روی محبت هست و چطور باید احترام گذاشت و چقدر مهمتر از هر چیز برای خداوند مهم هست این احترام گذاشتن و احترام ما به والده، احترام گذاشتن به خداونده. مرسی، ممنون خواهر لوئیز عزیز. موضوع اول برنامه تموم شد، نیم ساعت تموم شد، خطهای ارتباطی ما باز هستن. تا الان من سوالات رو گرفتم، باز هم خواهشم بفرستید و میریم برمیگردیم با سوالات شما عزیزان. داده بودیم که با برنامه جدید و متنوع بازم بیایم و مهمون خونه هاتون بشیم. قرار هست که به هر سوالی که توی ذهنتون هست، فرقی نمیکنه، اجتماعی باشه، خانوادگی باشه و یا الهیاتی، اگر یه علامت سوال توی ذهنتون کاشته جواب بدید. بله عزیزان، همونطور که خدمتون عرض کردم در نیم ساعت اول برنامه راجع به احترام به والدین صحبت کردیم، اما الان فرصت این هست که اگر شما در رابطه با هر موضوع دیگه، اگر میخواین راجع به موضوع اول که صحبت کردیم یا اینکه نه موضوعات متفاوت دیگه ای دارید، سوالاتتون رو برای ما بفرستید. تلفن ها باز هست، میتونید از طریق تلفن با استودیو در ارتباط باشین و با ما صحبت کنیم، سوالاتتون رو مطرح کنیم و همچنین از طریق راه های ارتباطی دیگه. اما فراموش نکنید درخواست های دعاتون رو هم بفرستید تا در آخر برنامه برای شما عزیزان در دعا باشیم. خب خواهر لوئیز عزیز، من فکر می‌کنم که بد نباشه چون یه سری سوالات داریم که در رابطه با همین موضوعی که همین الان صحبت کردیم تا تازه هست. بله. سوالات رو بپرسم. تا تنور داغه. بله. به قول معروف نونو بچسب. دقیقاً. در واقع جواد عزیز سوالشون این هست که ما باید چجوری رفتار کنیم که با فرزندانمون که به پدر و مادرشون احترام بذارن. بله. اول از همه ما چطور احترام میکنیم در مورد روابط پدر و مادر؟ ما از نظر مالی اگر احتیاج به کمک داشته باشن پدر و مادر رو احترام میکنیم، کمکش مراقبت میکنیم در واقع از اینها، از نظر مالی اگر باشیم، اگر میتونیم. الان خب خیلی ها کار میکنن، بازنشستگی دارن، قضیه فرق کرده، ولی اگر احتیاج هست میکنیم. دوم این که احترام میذاریم به اونها برای اینکه نمونه بشیم برای بچه‌هامون. بچه‌ها با دیدن یاد میگیرن. ما اینا قبل از اینکه بچه شروع کنه به صحبت، دو تا چش داره و دو تا گوش داره که داره قشنگ نگاه میکنه و میشنوه. چطور صحبت میکنیم؟ تعداد کلمات منفی مثبت خیلی مهمه. با احترام با بچه‌هامون صحبت میکنیم، بچه احترام رو یاد میگیره. طرز صحبت رو، آداب معاشرت رو. و همینطور وقتی یک بزرگتری وارد میشه،
میگیم که باید به بزرگتر احترام، که ما رسم قشنگی داریم در مقابل افرادی که مسن هستن ما بلند میشیم. یا خیلی از پسرها دخترها رو میشناسم حتی جلوی پدر مادر حتی سیگار نمیکشن مثلا، قایم میکنه. من یادمه نمونه ای رو در ایران یادمه که فشار داده بود و دستش تو کف از سیگار سوخته بود، ولی چون پدر وارد شد فوراً خاموش کرد. یعنی که پدر میدونسته که این میکشه، ولی منظورم به عمق احترام هست. ما میگیم خب اینا ریش سفیدن، شیخن، نصایحشون رو گوش میدیم یا نمیدونم، با دیدن، با نمونه گذاشتن به اینها، طرز صحبت، طرز رفتار ما، ما بادی لنگویج داریم، به قول معروف حرکت بدنی ما نشون میده. ما اگر به زبان یه چیزی بگیم ولی عملا یه جور دیگه ای در بدن نشون بدیم، بچه سریع میفهمه. بنابراین خیلی این تو چشا ذره بینای خیلی گنده ای هستن، دقت میکنن. هر جوری که میخوایم با ما رفتار بشه باید اونجوری رفتار بکنیم. کلام خدا میگه که به هر پیمانه که بپیمایید برای شما پیموده خواهد شد. یعنی چی؟ این در مورد احترامه. ما هر جور، میگه هر جوری میخواید با شما رفتار بشه شما همون رفتار رو با دیگران انجام بدید. و وقتی که ما اینطوری بچه‌هامون رو بزرگ میکنیم، اینطوری یادشون میدیم این آداب معاشرت، احترام به بزرگتر، در واقع داریم یه جوری سرمایه گذاری میکنیم برای پیری خودمون. دقیقاً، درسته. به شکل غیر مستقیم. و من فکر میکنم که خیلی وقت اون قضیه که فقط به بزرگتر احترام گذاشتن در واقع اشتباه هست. بعد ما باید نشون بدیم ما خودمون از بچه‌ای که واقعاً از خیلی کودکی بهش احترام بگذاریم، برای نظراتش واقعا احترام قائل باشیم، اجازه بدیم که تصمیم گیری داشته باشه. من فکر می‌کنم همه اینا باعث میشه که در واقع فرزند ما اون احساس، حالا صمیمیتش به کنار، ولی احساس کنه که برای ما ارزش داره. و وقتی که یه شخص متوجه باشه که برای تو ارزش داره، اون هم ارزش برای تو قائل هست. و وقتی دوستی، دوست داشتن وسط باشه، احترامات هم، چون هیچ وقت نمیخوای همدیگر رو ناراحت بکنی. فکر میکنم خیلی موضوع مهمی هست. یه تلفن داریم. سارای عزیز هستن از لندن. سلام بر شما سارا جان. سلام میکنم به هر دو عزیز، امیدوارم که خوب باشی. من سوالمو خیلی سریع میپرسم و وقت برنامه‌تون رو نمیگم. من این سوال داشتم از خواهر لوئیس، میخواستم بدونم که زمانی که پدر مادر هستن و فرزندان بزرگ میشن و در زمان پیری یا در زمانی که به میان سالی میرسن، یک خواسته های زیادتر از اون چیزی که در توان بچه هاشون هست ازشون میخوان و در ضمن احترام زیادم میخوان و به فرزندانشون یا به کسایی که وارد زندگی فرزندانشون شدن مثل عروس یا داماد که مثل بچه های خودشون اصلا احترامی نمیذارن و احترامو میخوان، این نمونه ها رو ما چجوری میتونیم که پیش ببریم یا بتونیم احترام بذاریم بهشون وقتی که احترام نمیبینیم و چه به خودمون چه به همسرمون مادر پدرمون احترام نمیذاریم، ما چجوری میتونیم بهشون احترام بذاریم با اینکه با تمام وجود دوستشون داریم؟ ممنون میشم اگه این سوال منو پاسخ بدین. خواهر لوئیس عزیز، مرسی. ممنون سارای عزیز، تشکر از تماستون و سوالی که مطرح کردیم. بله. خب موضوعی رو که سارا جان اشاره کردن بی ربط نیست در مورد مطلبی که شما صبح مثل این که داشتید در مورد دخالت ها و اینها. ما یه سری چیزای فرهنگی و سنتی داریم در مشرق زمین که البته تا حدی تو مغرب زمین هم هست، منتها شدت به اون اندازه نیست که در کشورهایی مثل کشورهای ما هست. ما وقتی که بچه رو به اصطلاح دختر رو پسر رو زن میدیم، شوهر میدیم، به خودمون این اجازه رو میدیم که تو زندگیشون دخالت کنیم، برای اینکه هنوز ما اینو درک نکردیم که این زن و شوهر یک بنیاد مستقل هستن. من آیه ای رو اشاره کردم در مورد اینکه میگه پدر و مرد پدر و مادر خودش رو ترک میکنه به زن خودش میپیونده. وقتی که اینها یک تن میشن، اینها یک بنیاد خانواده به عنوان یک بنیاد مستقل، یعنی در درون هر اتفاقی میفته مربوط به خودشونه. معذرت میخوام اینو به پدر مادرای چیز بگم، من خودم هم عروس دارم، دوماد دارم، تا حدی میتونم به خودم هیچ وقت اجازه نمیدم یه سری چیزایی که مال خودشونو من دخالت کنم، برای اینکه
همونطور که گفتم میگه هر جور که میخواید با شما رفتار بشه شما همون رفتار رو با دیگران بکنید. من نمیخوام در مقام مادر شوهر یا مادر زن و در مورد زندگی خودم بگم به جایی برسه که احساس کنم اون احترامی رو که باید به من گذاشته بشه داره خدشه وارد میشه بهش، برای اینکه در هر حال به عنوان یه خانواده مستقل اگه از من کمک بخوان کمکشون میکنم، نظر بخوان نظر میدم، ولی اگر از من نظری خواسته نمیشه خودم رو کنترل میکنم. و این تمرین میخواد. پدر مادرای عزیز رو من تشویق میکنم، ما یه برنامه داشتیم در برنامه های قبلی ست سیون که در مورد اینکه چطور به اصطلاح دخالت های مادر شوهر، مادر بله. زن یا این بله. چیزها رو ما داشت. مطالبی بله. داشتیم. اگه سارای عزیز میتونن برنامه رو نگاه کنن فکر کنم تو آرشیو باشه اینا، ما اینو توضیح دادیم در این مورد. ببینید احترام احترام میاره، به همون نسبت اگر از حد اون خط از اون مرز ما عبور کنیم پامونو جلوتر بذاریم باید این رو هم به جان بخریم که یکی برگرده بگه این به شما مربوط نیست، ببخشید کلمه رو استفاده میکنم. بنابراین باید مواظب باشیم به عنوان مخصوصا دخالت، تا چه حد ما دخالت میکنیم، آیا از ما اجازه به ما اجازه دخالت میدن، اینا رو ما باید خیلی مواظب باشیم. متاسفانه در خانواده های ما این مسئله اصلا چیز نیست. هنوز دختر 4 تا بچه داره، شوهر کرده، هنوز که هنوزه برادر، پدر، مادر به خودشون میگن که این بچه ای ماست. نه این همسر یکی دیگه است. ما اینو باید قبول بکنیم. و یه رسم قشنگی اینجا وقتی دختر ازدواج میکنه فامیلی شوهر رو میذاره رو خودش. من خیلی موافق این مسئله هستم. خیلی، برای اینکه این یه جوری یک هویت جدید داره میده. الان این دختر دیگه درست دختر شماست از نظر خونی ولی الان یک مادره، الان همسره، این الان دیگه خودش باید بیفته بلند شه تا یاد بگیره. منی که تجربه الان در زندگی دارم که الان مثلا یه آشرشته رو چجوری بپزم، اون باید چند دور این کار بکنه تا بفهمه که چطور. بهشون اجازه بدیم، فرصت بدیم اینا خودشون چیزای زندگیش تجاربشون رو خودشون به دست. اینقدر هم خیلی هم دخالت نکنید. برنامه صبح رو هم ببینید، خودمونی رو اتفاقا روی فیسبوک خودمونی هست ببینید، در رابطه با این قضیه ما بیشتر صحبت کنیم. سارا جان اگه تونستی حتما این برنامه رو ببین. یه تلفن دیگه داریم، کتایون عزیز از ایران هستن. سلام بر شما. سلام، خوب هستین؟ بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، من کتایون هستم از تهران. بله، خوب هستی؟ بله بله کتایون جان، میشنویم صداتونو. صدای منو میشنویم؟ بله بله، خوشحال میشیم صداتونو میشنویم، خوشحال میشیم که سوالتون رو مطرح کنید. کتایون جان اگر لطف کنین از طریق تلفن با من صحبت کنین. من دارم سوال میکنم. سوال من اینه بله که از کسی شنیدم دعا و فرشته صفا، فرشته صفا بنویسه یه طبقه، فرشته صفا هر آرزوی داری برآورده میشه. یک سوال دومم اینه که زود تموم کنن. من ببینید شما دارین راجع به احترام فرزندان و بچه ها و پدر مادر میکنید، من بچه ها رو رها کردم، رهاشون کردم و سپردم به عیسی مسیح که هر طور دلشون میخواد رفتار کنن، احترام به من بذارن نذارن، دیگه بی توقع شدم ازشون و خدا رو شکر از اون موقع تا حالا خوب شدن. همین، خدا نگهدارتون. کتایون جان صدای منو دارید؟ خانم کتایون؟ بله، خب مثل که قطع کردم. مرسی، ممنون کتایون عزیز از تماستون و خب خدا رو شکر که مشکلتون به نظر میاد که قبلا مشکل داشتید ولی خب سپردین دست خدا. بعضی وقتا این کار میکنه واقعا.
و چون شاید بعضی وقتا این حساسیت های پدر مادر هست که بیشتر بچه ها رو بعضی وقتا رو لج میندازه. خب سارای عزیزی مثلا دقیقاً. اشاره کردن دقیقاً. گفتن که یه سری تقاضاهایی دارن که بیش از حد درسته که لازم صحبت بشه. بله ولی دقیقاً. وقتی که خب بعضی وقتا میسپاریم شاید بهتر هست، چون خودمون به آرامش میرسیم و مطمئناً وقتی ما به آرامش برسیم اطرافیان هم به آرامش خواهند رسید. من سال اول رو میخواستم دوباره از کاتالینا عزیز بپرسم، دقیقاً متوجه نشدم. چیزی که من متوجه شدم گفتن مثل که میگن فرشته شفا هست که هر چیزی که بخوای بهت. من تا حالا همچین چیزی رو نشنیدم و در تمام این طول کتاب مقدس همچین چیزی رو هم اشاره نشده بهش. خدا گویه چی میگن جادو نیست برای ما که ما، یا قول علادین نیست که ما هر آرزویی رو بخوایم برای ما برآورد کنه. برعکس میگه هر کسی که در خداونده تازه زحمات بیشتری خواهد دید. بله. ما هیچ جا همچین چیزی رو من لاغر من نشنیدم تا حالا. البته اگر این دقیقاً بود سوال شما کتایون جان، اگر اینکه نه سوالتون متفاوت هست و چیز دیگه هست، شاید بتونین از طریق پیامک برام بفرستید. آره. من بهتر میتونم این سوالو بپرسم چون صداتون واقعا واضح نبود. درست. در هر صورت ممنون از تماستون. سوالی که یکی از دوستان ما مطرح کردن در رابطه با این هست که خب دیگه ربطی نداره به موضوع احترامات، که در رابطه با این هست که آیا در مسیحیت محرم و نامحرم وجود داره؟ خب به این شکل حجاب اگر بخوایم بگیم، چون برداشت من از این سوال اینه که در مورد حجاب به احتمال زیاد، چون این ریشه مذهبی داره، در مذهب این هست. اولا که کلام خدا ما رو در واقع به انگیزه دل نگاه میکنه، ما رو به پاکی و قدوسیت میخونه، ولی این که از نظر حجاب این اجازه داره نگات بکنه، اون یکی اجازه داره نکنه، و یا اینکه میگن یک نظر حلاله و از این، ما این چیزها رو نداریم در کلام خدا. لااقل اینقدری که من این کلام رو خوندم و میفهمم اینه که کلام خدا به دل و به انگیزه بیشتر توجه داره. در مورد پاک زیستن، در مورد پاکی چشم، پاکی دل، پاکی فکر، حتی پولس رسول میگه هر فکری که به ضد مسیح بولم میگه در نطفه میگه میگیرمش و اونو به اطاعت مسیح در میارم. به دل و به چشم به اصطلاح خیلی اشاره میکنه، به پاکی اینها، قدوسیت، پاک زیستن. ولی اینکه حجاب باشه اینا من همچه به درست نامحرم. پوشیدن ما رو تشویق میکنه ولی محرم و نامحرم ما نداره. درسته. ولی خواهر لوئیس این قضیه بعضی وقت من خودم دیدم که باعث، باز گفتم یه سری سوء تعبیرها میشه. بله. من خانومی رو میشناختم که خیلی وقتم نبود ایماندار شده بود، بعد فهمی کرد همه دیگه مثلا برادرشن. آقایون مثلا حالا غریبه تر و اینا، و حالا کاری نداریم به نوع لباس پوشیدنش. بعد خیلی جالب مثلا به قول حالا خیلی عامیانه بگیم از سر و کول همه بالا میرفت و و اینجوری بود که مثلا حتی مثلا من میدونستم که مثلا خانم این آقا ناراحت میشد که این رو چه حسابی مثلا اینجور دست میدازه دور گردن شوهر من. شاید واقعا خانم دختر مثلا واقعا منظوری نداشت، ولی اینکه در این حد دیگه من خودم حالا بارها هم گفتم مثلا توی کلیسایی که بودم، خب کلیسای ایرانی نبود. آه. ولی باز همونم خیلی بله. مشخص شده بود. بله. خب خیلی عادی بود که فرزن خانم آقایون مثلا اگر می‌خواستن خوش آمد بگن یا تبریکی بگن همدیگر رو حتی در آغوش بگیرن. ولی حتی اون یک نوع خاص داشت، یعنی مثلا هیچ وقت خیلی به هم نزدیک نمی‌شدن، نمی‌گذاشتن حتی بدنشون مثلا به هم دیگه برخورد داشته باشه. اگر احساس می‌کرد یا خانم یا آقا احساس می‌کرد که طرف مقابل زیاد امنیز، حتی همون کارم انجام، حتی دستم نمیدادن. من فکر می‌کنم خیلی قضیه حساسی هست که یه وقت قاضی نشه که حالا اگه محرم و نامحرم نداریم ولی خب هر کاری دوست داریم. نه نه چیزی نیست. کلام خدا همیشه ما رو به تعادل دعوت میکنه. در هر چیزی ما تعادل رو باید انجام بدیم، در لباس پوشیدن، در حرکات ما. ما هیچ جا بیبند و باری یا اینکه از اون حد و مرز به اصطلاح احترام، هر کسی یک حریم شخصی خودش رو داره، خب از اون حد اگه تجاوز بکنیم خود به خود نشون میده خودش رو. به قول مرحوم در فارسی یه چی میگه، در هر گله بالاخره یه بزگر هست. همیشه در هر جامعه هر چیزی افرادی هستن که یه خورده خارج از نرم رفتار میکنن که اونم خودش دلایل مختلف داره، حالا
برداشت هر کسی از کلام فرق میکنه، ولی نه، کلام خدا ما رو به پاک زیستن و به خود توصیت دعوت میکنه. آمین. مرسی. یه ساعت کوتاه دیگه داشته باشیم، موزیک ویدیوی میبینیم، میشنویم، برمیگردیم در ادامه سوالات شما. پروا مکن دل من، عیسی مسیح همینجاست، پر از عشق و محبت حضور او چه زیباست. پروا مکن دل من، مسیح همیشه با ماست، پر از عشق و عدالت حضور او چه زیباست. سخن بگو تا با او شکسته، بگو ز رنج دنیا شدی دیگر تو خسته، بگو که بیقراری، بگو شادی نداری، بگو غم زمانه که آزادی نداری. مکن دل من، عیسی مسیح همینجاست، پر از عشق و محبت حضور او چه زیباست. پروا مکن دل من، مسیح همیشه با ماست، پر از عشق و عدالت حضور او چه زیباست. آرامش خدا همینجاست، پر از عشق و محبت حضور او چه زیباست. پروا مکن دل من، مسیح همیشه با ماست، پر از عشق و عدالت حضور او چه زیباست. بله، موزیک ویدیو زیبایی بود که با هم دیدیم و شنیدیم و ممنون از تک تک شما عزیزان برای پیغام هاتون و مرسی از سارای عزیز و همچنین فرح جان از اینکه از برنامه تشکر کردید و ممنون از دوستانی که دارید سوالاتتون رو میفرستید. حتما سعی میشه که به تک تک سوالات امشب در واقع جواب داده بشه. اما اگه اشتباه نکنم کتایون عزیز دوباره تماس گرفتید. کتایون جان سلام. سلام خانم کتایون، ما دقیقا صدای شما رو اول مخصوصا واضح نبود، متوجه نشدیم که سوالتون چی بود. اگه یک بار دیگه تکرار کنید ممنون میشم. سلام خانم کتایون، اگر لطف کنین صدای تلویزیون رو ببندین با تلفن صحبت. خواهش میکنم. ببینید سوال اولی منو
نمیدونم من بعد مطرح کردم. یکی از دوستان بله امانم اجازه بگیم. یکی از دوستان من از دو سال پیش خیلی پسر بودم، خراب بود، از زندگی سیر بود. من راهنمایی کردم، گفتم دلش به سوال به خداوند، خداوند کمکت میکنه و زندگی خوبی خواهی داشت. گفت من به پیر پیغمبر و همه زیارت رفتم، گفتم نه، خداوندی که تو قلب من دارم میگم. گفت کدوم خداوند؟ گفتم که من میگم خداوند من، تو به اون ایمان داشته باش. ایمان هم نداره، اشکال نداره، من برای دعا میکنم حتما. و این زندگی خوب شد. امروز زنگ زد به من بعد دو سال، بعد گفتی چطه این من ازدواج کردم، چه آدم خوبی، چه خوشبخت شدم، چه راحت، همون چیزایی که من میشتم اتفاق برات افتاد و خیلی خوشحالیه. بعد در اومد گفت که دلیلشم اینه که من تو تلگرام فرشته صفا، فرشته صفا رو پیدا کردم، بعد فرشته ازدواج، فرشته ثروت، فرشته اینا رو همه گفت نوشتم گذاشتم. بعد دو هفته اتفاقا برای من افتاد، زندگی به روال خیلی عالی داره پیش میره، تو هم این کار رو بکن. گفتم راستش بخوای نه، اعتقاد زیاد این چیزا ندارم، فقط به یکی اعتقاد دارم که اونم تو قلبمه، درست هنوز اون چیزی که میخوام بهش نرسیدم، ولی کم رسیدم، به زیادش نرسیدم. همین. بله. نمیدونم حالا من که اعتقاد ندارم. درست. یعنی نمیدونم، بعضی هم نستر رو ما سرد میشن بعد چندی سال یه چیز رو به من میگن، ولی من اهمیت نمیدم. درست. مثل کسی که بخواد کسی رو گمراه کنه و شیطان سر را خودم سرد میشه، من نمیدم آنها اونا شیطان، ولی خب اینطوری شیطان به این صورت سرد میشه. ممنون کتاری اینجا، تشکر، مرسی از تماستون. و این یه دوها میشه منو تو من و فرزندانم و سه تا فرزند دارم، توی دعای خودتون قرار بدید با تشکر زیاد. فیض خداوند هم در شما باد. آمین، مرسی. ممنون، مرسی کتایون عزیز، حتما برای شما و فرزندانتون در دعا خواهیم بود و ممنون و تشکر از تماسی که گرفتید. خب همچنان صدا خیلی خوب نبود، اما فکر می‌کنم تا حدودی متوجه شدیم، شما متوجه شدین صحبتشون رو که دوستی داشتن که در دو سال گذشته، در واقع دو سال پیش مشکلاتی داشته، بعد کتایون جان دعا کرده، با توجه به اینکه این خانم احتمال خانم بوده اعتقادی نداشتم و الان بعد از دو سال تماس گرفتم، امروز گفته که من تمام مشکلاتم حل شده به خاطر اینکه فرشته شفا و ازدواج و از اینجور حرفا توی تلگرام هست. خب حالا کتایون جان می‌خواستم چنین چیزی رو در کلام خدا، اونم تو تلگرام. بله ما همچین چیزی رو نداریم، خدا رو شکر که مشکلشون برطرف شد. دعایی که کردن برای این عزیز، لااقل اینو میدونیم که دعای کتایون جان لااقل بازه، بله اون خواهر رو جمع جور کردن. خدا رو شکر برای ایمان کتایون عزیز و اینکه اینقدر مشتاق هستن، نه تنها دوستاشون، بچه‌هاشون، اینا همه در دستای خداوند باشه. من خدا رو شکر میکنم برای وجود کتایون عزیز که اینطور غیرت دارن برای خداوند. آمین واقعا. و خب زیاد پیدا میشن واقعا افرادی که با اینکه معجزات خداوند رو هم حتی در زندگیشون میبینن ولی خب نمیخوان بپذیرن و باید دعا کرد که این عزیزان هم واقعا چشمانشون باز بشه و حقیقت رو ببینن. میگه حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. آمین. حقیقت درست، خیلی چیزها جواب زیادی هست، برای هر سوالی جوابهای مختلف هست، اما یک جوابه که همیشه جواب درسته. درست. نه؟ یک راه برای یک مشکل ممکنه راه‌های مختلف باشه، ولی یک راه هست که درست‌ترینه. کلام خدا همیشه همون حقیقته.
حقیقتیه که آزاد میکنه. ما میدونیم خب از روش‌های دیگه و جاهای دیگه خیلی‌ها تسکین میگیرن، خیلی‌ها به آرامی میرسن، اون آرامش درون رو پیدا میکنن، ولی میدونیم که حقیقت اصلی، حقیقت کلام خود مسیح هست که میگه که شما رو آزاد خواهد کرد. آمین. خالوز عزیز، دوستی پرسیدن که شوهر من زمانی با خدا عهد کرده که اگه مشکلش حل بشه هر سال روزه بگیره و از زمان حل شدن مشکلش همه ساله و واقعا ماه رمضان رو روزه میگرفته و فقط اون ماه رو، ولی در حال حاضر میگن که نمیدونن که باید چی کار بکنن، مثلا که حالا ایماندار شدن و گفتن که نماز نمیخونن ولی روزه رو میگیرن. آیا این قضیه درست هست؟ باید چی کار کنن؟ خب فرض ما بر اینه که بله، ایمان، ما در حلقه ایمان داریم صحبت میکنیم. این رو کلام ما رو به رابطه تشویق میکنه، نه اعمال مذهبی. اگر ایشون تصمیم گرفتن هر سال ماه خاصی رو روزه بگیرن، نماز بخونن، این باز برمیگرده به تشریفات مذهبی. این به دله، خدا به دل نگاه میکنه. حتی اگر در آن اعمال و تشریفات مذهبی انجام بشه، اگر دل حقیقتاً در پی این باشه که اون ایام روزه رو وقت بذارن برای عبادت، وقت بذارن برای دستگیری فقرا، هیچ اشکالی نداره. برای اینکه اصل هدف روزه اینه که من چیزی رو کنار میذارم، اون وقتی رو که باید برای غذا خوردن میداشتم یا حتی تلویزیون نگاه کردن، بعضی ها حتی فیسبوک رو روزه میگیرن، میگن که دو ماه سه ما نمیخوایم اصلا بریم تو فیسبوک، برای اینکه احساس میکنیم که خیلی وقت ما رو، هر چیزی که قربانی باشه در این وسط. وقتی تصمیم میگیریم و درش مصمم هستیم، خدا اون رو احترام میذاره، میخواد در هر قالبی باشه، تا زمانی که حقیقت انگیزه این باشه که ما اون وقت رو بذاریم برای عبادت، برای نزدیکی به خدا و برای دستگیری فقرا. این مشکلی نیست. ولی اگر میخوایم ترس از مذهب باشه، اگر ترس پشت این قضیه باشه، بگه هر سال من این ماه خاص رو میخوام نماز بخونم و روزه بگیرم به خاطر ترس از جهنم، نه، این فقط یک عمل مذهبیه. و گفتم خدا ما رو به رابطه تشویق میکنه. اگر این رابطه میطلبه که من روزه بگیرم و وقت رو بدم به عبادت خدا، اشکالی نداره، هیچ مسئله ای نیست. امیدوارم منظور هنگام جان رو من درک کرده باشم در این مورد، که به اصطلاح هدف روزه، الان که نمیخوان نماز بخونن ولی روزه رو میخوان بگیرن، لابد میخوان نزدیکی به خدا باشه شوهرشون. لابد این هست. بیشتر من فهم کنم که چون آدم وقتی که نظر میکنه خودش رو متعهد میدونه و من مطمئن هستم خیلی ها این اتفاق برشون میفته. بعضی وقتا واقعا مثلا فرزن میان، من شخصی میشناختم که به خاطر که حالا فرزن خدا بهش که پسر بده نظر کرده بود، هر سال مثلا شله زرد مثلا یه زمان خاصی درست میکرد. حالا مثلا بر فرض مثال این خانم حالا ایماندار بشه، به مسیح ایمان بیاره، آیا باید همچنان اون قول و در واقع اون عهدی که با خدا بسته رو همچنان ادامه بده به همون ترتیب، یا نه میتونه تغییرش بده، یا اینکه نه حالا باید مثلا متوقف بشه؟ من فکر میکنم بیشتر این قضیه هست. خدا به دل نگاه میکنه. ببینید پشت همه اینها اگر اعمال مذهبی باشه، تشریفات مذهبی باشه، خدا رابطه، ببین خدا ما رو به رابطه نزدیک دو طرفه میخونه. اگه خیلی میریم توی اون قسمت، ترسه که حاکمه، چون از رو ترس، مذهب ترس میاره، مذهب یه سری انجام اعمال میاره. کلام خدا ما در رساله یعقوب میبینیم که ایمان ما با اعمال و اینجور چیزا نیست، به اصطلاح تشریفات و سنت و مذهب نیست. ایمان دله، ایمان عمل ایمان داره، مراسم ایمان داره. میدونید ما میتونیم همه اینها رو توضیح بدیم. اونی رو که من 100% میدونم درسته، خدا ما رو به رابطه دو طرفه میخونه، نه برای مذهب. مذهب نیست که اون رابطه رو تقویت میکنه. حالا اگر یه کسی خدا بهش پسری میده، مسئله که نذر میکنه، نذر مشکلی نیست،
ولی چون شعله زرده، چون یه چیز مذهبیه، یه غذاییه که در یک مراسم مذهبی میشه، اگر میخواد کماکان به عنوان هدیه یه چیزی بده برای خدا، اشکالی نداره پول بده به فقرا، یا اینکه یه غذایی بپزه شکم یکی رو سیر کنه. شعله زر فکر نمیکنم کسی رو سیر کنه، مثلا مثال دارم میارم، یا حلوا، یه چیزی که گوشت دوش باشه، قوتی دوش باشه، یک گرسنه ای رو سیر بکنه، هیچ مسئله ای نیست. این رو ما میتونیم پیمان رو نگه داریم، ولی لااقل دلمون رو بذاریم پشت اون عمل و از روی یه خلوص نیت این رو انجام بدیم، به جای اینکه یک عمل مذهبی انجام بدیم. درسته. یعنی که زمانش رو شاید تغییر بدیم. یا زمان. حالا شعله زر خوشمزه است، من دوست دارم. زمان اگر یک زمان خاص مذهبیه. بله. ما میتونیم، ما ببینید، ما رو به آزادی خونده، میگه هر جا روی خداست آنجا آزادی است. ما وقتی ایمان میاریم، خدا ما رو از خیلی چیزا، از جمله زنجیرهای مذهبی، ما رو آزاد میکنه. درسته. مرسی خواهر لوئیس. مجید عزیز هم پرسیدن که در زمان عیسی مسیح قبرها چگونه بودن که جسم مسیح بعد از 3 روز زنده میشه؟ قبرها به چه شکلی بودن؟ بله، در اون زمان قبرها رو مثل غار بوده، در داخل به اصطلاح، یعنی خاک نمیریختن روشون. نه اونطوری نبوده، به شکل کفن که میپیچوندن این رو، یه سری ادویه‌جات، ادویه های عطری که به اصطلاح متعفن نشه، چون در هر حال بعد 3-4 روز بدن منفجر میشه. و اینا یه سری عطریات میذاشتن، هنوت و اینا ما میبینیم برای عیسی این کار رو میکنن، یوسف رامعی این کار رو میکنه، و بعد این رو در دل کوه به اصطلاح در غار بوده، و یه تخت سنگ میذاشتن جلوی این که اگر منفجر میشه هرچی میشه همون توه. واقعا من این چیز رو داشتم که پارسال رفتم و این قبر عیسی رو دیدم و مدلش هم دیدم، قشنگ غاره و داخل غار جا داره برای خودش. همه اینا رو با سنگ درست میکنن، میتراشن در واقع، که البته یوسف رامعی چون ثروتمند بود، قبری که اختصاص میده برای عیسی جزء قبور ثروتمندا بوده، در جای قشنگ، باغ قشنگ، ولی به شکل کلی همیشه یه غار بود. ما ایلعازر رو میبینیم، میگه که سنگ رو بغلتونید. خب فرشته برای عیسی، فرشته سنگ رو غلطان، برای ایلعازر میگه که، به ایلعازر میگه بیرون بیا. این از داخل غار در واقع میاد بیرون، روح خدا وقتی این رو زنده میکنه، روح خدا ایلعازر رو میاره بیرون، برای اینکه ایلعازر کفن پیش به خودش که نمیتونست راه بره، چون جوری که میبندن تمام بدن رو با هم میبندن و سر رو جدا میبندن، و این تمام عطریات و ادویه‌جاته، یعنی حتی اگه چشش رو باز بکنه ممکنه روش چیز میز بره تو چشش، این تماما پیچیده شده است. کلام خدا میگه که ایلازر رو بیرون آورد خدا، و این ما میبینیم در جایی که ایلازر رو زنده میکنه، میگه که سنگ رو میغلطونن، که ایراد میگیرن، میگن که این متعفن شده، 4 روز مرده. میگه نه، مرده، خوابیده، و صداش میزنه و میاره به اصطلاح این معجزه زنده شدن ایلازر، خودش قوقایی به پا میکنه. بله، به این شکل هستش که سنگ میذاشت. درسته. توی فیلم هم میتونیم ببینیم، فیلمایی که ساخته شده در رابطه با مسیح و زندگی مسیح کاملا مشخص هست و میتونیم ببینیم. یه روغنای خاصی، ادویه‌جات خاصی، فرم خاصی میپیچن. درست. بله. خیلی ممنون، مرسی خواهر لوئیس. یک تنفس کوتاه دیگه داشته باشیم، برمیگردیم و سوالات رو ادامه میدیم. بله عزیزان، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه علامت سوال و سوالاتی که شما عزیزان برای ما فرستادید، و همچنان فرصت هست اگر سوالی دارید برای ما بفرستید، درخواست‌های دعاتون رو هم فراموش نکنید بفرستید، در آخر برنامه برای شما عزیزان در دعا خواهیم بود. خواهر لوئیس عزیز، ناصر از طریق تلگرام سوالی پرسیدن، سوالشون
جالبم هست. گفتن که اخیراً در شبکه‌های مجازی کلیپی پخش شده که مبنی بر این که تعدادی از مسیحیان عزاداری وحشتناکی در واتیکان برگزار می‌کنن. مثلا با شیشه بدن لخت خودشون رو خراش میدن و حرکات ناشایست انجام میدن و خواستن بدونن که در مورد این قضیه که آیا درست هست یا نه و اینکه کلاً در مسیحیت عزاداری وجود داره. سوال جالبیه اتفاقاً. خیلی سوال جالبیه. ما نه تنها در واتیکان، در فیلیپین، در مکزیک، در خیلی از کشورهای آمریکای لاتین اینا ایام قیام به اصطلاح مصلوب شدن مسیح حسابی میان مصلوب، صحنه مصلوب شدن رو به اصطلاح انجام میدن، خودشون رو تیغ میزنن، نمیدونم با شیشه و اینا نیست. اینا ما اینا رو نداریم. یک نفر مصلوب شد و عیسی تنها و آخرین قربانی بود که برای گناهان ما میشه. احتیاج نداریم ما بابت این. و این هم که ما بیایم هر سال اون ایام خودمون رو بزنیم، نه. من کلام خدا ما رو آزاد کرده. کلام خدا راحت میگه وقتی که در مورد قربانی مسیح، کفاره قربانی مسیح، ما در کتاب، در رساله عبرانیان قشنگ میخونیم، این رو میبینیم به عنوان کاهن اعظم چه کار عظیمی بر صلیب و بعد از قیامت چطور ما رو آزاد کرد از این مراسم افراط و تفریط های مذهبی. این گروه هایی که این چیز رو انجام میدن در واقع افراطیون فرقه شاخه ای از فرقه کاتولیک هستن که خود واتیکان در واقع تایید نمی‌کنه اینها رو. ما فرقه های مختلف داریم در مسیحیت. آن چه که ما همه متفقاً بهش ایمان داریم این کلامه و در این کلام هیچ جا ننوشته و تشویقم نکرده. تازه ما رو میگه شاد باشید، همیشه شاد باشید. بیشتر از هر چیزی میگه برای آزادی در مسیح، برای آزادی که الان درش وجود داره شادی بکنید، در آرامی خدا وارد بشید، در زندگیتون جوری زندگی بکنید که از هر گونه بند و قید و اینه آزاد بشه. البته بی بند و باری منظورم نیست، هر چیزی در اعتدال، ولی این چیز رو مطلقا نفی میکنه این مسئله رو. ما نداریم همچین چیزی. و همیشه اینو بگم، وقتی اصل هست یه سری تقلب هم هست. همیشه شریر کارش اینه ما رو با مذهب، ما رو با خرافات مشغول بکنه که از حقیقت کلام خدا ما منحرف بشیم، در واقع توجه ما بره به یه سری چیزهای مذهبی و خرافات. این خرافاته و کلام خدا این رو نمیده. و همونطور که واقعا بدن ما باید ازش محافظت کنیم، چون جایگاه روح القدس هست. هیکل خداونده. هیکل خداونده. این خیلی مهم هست. خب حالا در مسیحیت عزاداری داریم؟ ببینید عزاداری اینطوری خیلی از کلیساها احترامه. نه عزاداری اینجوری که بخوایم خودمونو بزنیم و اینا، نه اینو نداریم. فقط ایامه مصلوب شدن مسیح است که جمعت و صلیب میگیم، شبی که او رو در باغ جتسیمانی دستگیر کردن به عنوان احترام و یادآوری کاری رو که برای ما کرده. ما روی صلیب متمرکز نمیشیم، درست کار صلیب مهمه برای ما، ولی اینکه فقط بیایم عزاداری بکنیم، آی خداوند منو کشتن، ما قیامت رو اون وقت فراموش میکنیم. روی صلیب نموند. تنها جسدی که میگه به قبر گذاشته شد و در قبر نمون مال عیساست. بیایم در قیامت او شادی بکنیم. خدایی که او رو قیامت داد، قیام کرد، مسیح از مردگان او رو قیام داد، همون خدا در من و شما داره کار میکنه. روح القدس داره در ما کار میکنه. ما در قیامت، ما نه تنها بر روی صلیب نجات رو دریافت کردیم، بلکه قوت قیامت رو از طریق روح القدس، در اون قوت قیامت داریم زندگی میکنیم. چه نویسنده رساله عبرانیان و چه خود پولس رسول در رسالات مختلف، به خصوص ما میبینیم غلاطیان رو در این مورد که مسئله شریعت و مسئله فیض رو مطرح میکنه، ما در فیضی که داریم زندگی میکنیم، این فیض بخشش مجانی خدا به اون چیزی که لیاقتش رو نداشتم به من داده، پس بنابراین شادی میکنم در این، شادی میکنم در قیامت. خدایی که قیام کرد من رو قیام داده. بنابراین نه، ما چیزی به عنوان عزاداری رو به این شکل نداریم. یک مراسم خیلی با احترام عشای ربانی هست که دعا، به دعا و اینا میپردازیم در کلیسا و عشای ربانی میگیریم، با همدیگه در شام خداوند شرکت میکنیم. این تنها موردی هست که در کلیساها انجام میشه به عنوان
یک حالته که به یاد بیاریم. این خوبه آدم به یاد بیاره. مخصوصا هم در تورات ما مرتب در کتاب تثنیه خیلی میبینیم موسی این رو اشاره به یاد بیارید. به یاد بیارید که خداوند خدای شما چیکار. این یاداوریه. برای وقتی هم که عزیزانی رو از دست میدیم در واقع کسانی که مخصوصا ایمانداران مسیحی هستن من خودم شخصا ندیدم که حالا اون فرزن اون شیون و عزاداری که خب ما معمولا دیدیم اتفاقاتی که میفته خب مسلما آدم خیلی ناراحت میشه ولی دقیقاً ولی خب یه چیزی که همیشه میگن البته من نمیخوام من خودم شخصا خیلی آدم حساسی هستم تو اینجور مسائل ولی یه امیدی که واقعا هست اینه که چون میدونیم که کجا میره شخص و این نیست که خب حالا اون دنیا خدا ببینیم چی کار میکنه ولی با اون ایمانی که داریم شاید اون خودش تسلی دهنده است برای ما. ما خب ایمان داریم در خداوند که این دوره ای رو که ما بر زمین هستیم یه دوره کوتاهیه ولی این دوره کوتاه در واقع تعیین کننده ابدیت ما هست. ما چطور ابدیت ما رو رقم میزنیم از این طریق رقم میزنیم ببخشید من این چیزم افتاد رقم میزنیم ابدیت رو. این دوره کوتاه سرنوشت ما رو به شکل ابدیت در اون ابدیتی که قرار میگیریم مشخص میکنه که بر حیات ابدی رو داریم یا مرگ ابدی رو داریم. این دوره ما هر چقدر در آزادی که مسیح ما رو به اون خونده خودمون رو تقویت میکنیم، در کلام خدا رشد میکنیم، میدونیم چشم باز میکنیم به آغوش خداوند. ما نمیمیریم به اون شکلی که به اصطلاح غیر کسانی که در خداوند هستن نابود میشن، تازه اونم به عذاب جاودانی میفته. مرگ روحانی در واقع عذاب جاودانی هست در اون ابدیت. یعنی مرتب وجود داره. ما در مکاشفه این رو میبینیم در مورد چاهی که صحبت میکنه، بعد در مورد به اصطلاح میگه جایی که گریه هست و فشار دندان هست، دندونا رو فشار میده، یه سری چیزا میگه عذاب جاودانی. در واقع اگه خب آدم بمیره خب مرد دیگه، تموم شد. آره، ولی بعدن دیگه نتیجه اعمال رو داوری معنی پیدا نمیکنه. عذاب جاودانی یا حیات جاودانی. حیات جاودانی زیباترین چیزه. ما در این ابدیت قرار میگیریم، بدن جدید، به اصطلاح رابطه جدید در آغوش خداوند به چشم خواهیم دید. یه چیز خیلی زیبا و قشنگی رو در ابدیت برای ما گذاشته. آمین آمین. واقعا من اگه بدونم که چقدر فرصت داریم تا بله خب من فکر میکنم که زیاد فرصتی نباشه برای سوال دیگه ای، چون میدونم که تعداد دعاها هم زیاد هست و دوست دارم که یه فرصتی، میدونم شما هم عاشق دعا کردن هستین فرویز و فکر میکنم اینجوری زمان بیشتری خواهیم داشت که برای عزیزان که درخواست دعا کردن بیشتر در دعا باشیم و با مدت بیشتری. پس میخوام تشکر کنم از دوستان عزیزی که سوالاتتون رو فرستادید. من دارم سوالات رو، حتما در برنامه‌های آینده مطرح خواهد شد، اما وقتمون رو بیشتر میگذاریم برای دوستانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن. با ما همراه باشید. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهای مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد الآباد از آن توست. آمین
آمین. بله عزیزان، ممنون و تشکر از اینکه درخواست های دعاتون رو فرستادید. من خیلی سریع میخونم و خواهر لویز عزیز خواهشان برای این عزیزان در دعا باشین. رودابه خواسته برای شفای زندگی زن و شویش دعا بشه. استر برای دعا برای برکات مالی محمد. کتایون عزیز برای شفای پاشون، همچنین قلب و معده مادرشون. فرزانه دعا برای به فروش رفتن زمینشون. نریمان دعا برای مشکل کاریشون. ریحانه دعا برای گذشتن از روزهای سخت. جهانگیر خواستن که دعا برای برکت مالی و ایمان همسرشون بشه. شهلای عزیز خواستن دعا برای دو عزیزی که به اطلاعات ایران احضار شدن دعا بشه. پیمانه دعا برای رابطهشون با اطرافیانشون. نرگس دعا برای شفا و آرامش همسرش و شفای سرطان داییشون خواستن دعا بشه. بینندهی خواستن که دعا بشه برای رفع گرفتاری ها و مشکلاتشون و پیشرفتشون در تحصیل. مرجان دعا برای علی و محمد خواستن بشه. فرح برای شفای چشماشون خواستن دعا بشه. فرناز دعا برای شهاب که بیماری روحی داره. کتایون دعا برای سه فرزندشون. احمد رضا دعا برای زندگی و آیندهشون. شهلا دعا برای میشل و آینده کاری و زندگیشون. نسرین دعا برای برکات زندگی و کارشون. و همچنین هانی عزیز هم و دانیال خواستن که اراده خداوند در زندگیشون انجام بگیره. سارای عزیز هم خواستن که دعا کنیم و یادی کنیم از والدین عزیزی که دیگه در قید حیات نیستن. خواهر لویز عزیز، 3 دقیقه فرصت داریم برای دعا کردن. خداوند تو رو شکر میکنیم برای تک تک این اسامی که خونده شد. کلام تو میگه که روح تو بر روی آبها در حرکت بود. ای خداوند، در ابتدا روح تو بر آبها در حرکت بود. دعا میکنم امروز روح تو اینطور بر روی این لیستی که خونده شده به حرکت در بیاد. ای خداوند، تک تک این عزیزان رو از نظر شفای جسمانی، از نظر شفای روابط، از نظر آزادی، از نظر هر گونه قید و بند و گرفتاری و مشکلات، حضور تو تک تک اینها رو لمس بکنه. ای خداوند، روح تو به حرکت در بیاد در این عزیزان و آنچه را که دل این عزیزان رو فشرده برای این درخواست دعاها لمس بکنی تو. ای خداوند، کلام تو میگه تو نزدیک شکست دلان هستی. تو در بین ترسندگان خودت خیمه زده. ای خداوند، دعا میکنم امروز تک تک این عزیزان رو در مرکز، در قلب احتیاجاتشون ملاقاتشون بکنی و آرزوی دل این عزیزان رو به این عزیزان بدی. ای خداوند، کلام تو میگه که تو آرزوی ترسندگان خودت رو برآورد میکنی. امروز دعا میکنم تک تک این اسامی که خونده شد، تو ای خداوند آرزوی دل این عزیزان رو بهشون بدی، چون که به تو که خدایی هستی که دهنده برکت هستی، خدایی هستی که تمامی آسمان و زمین مال تو هست. ای خداوند، تمامی کائنات مال تو هست. تو خدای غنی هستی، تو پدر عزیز هستی. دعا میکنم چون پدری که درخواست فرزندانشون رو میده، ای خداوند دعا میکنم تو اینطوری به تک تک این عزیزان درخواست دعاشون رو بهشون بدی. بالاتر از همه ای خداوند، اراده تو در زندگی این عزیزان انجام بشه. کلام تو میگی خداوند مطابق دل تو به تو عطا کند. برای تک تک این عزیزان این دعا رو میکنم که تو مطابق دلشون به اینها عطا کنی. بالاتر از همه خداوند این عزیزان رو در آغوش تو میذارم، در دستهای تو میذارم. ای خداوند، که دل رحیم تو، دل پدرانه تو این عزیزان رو در آغوش بگیره. هر کدوم امروز اون سرودی رو که تو به زندگی اینها مینوازی، این سرود رو در زندگیشون بشنونه. ای خداوند، هدفی رو که تو براشون داری، اون نامی رو که براشون داری، آن سرنوشتی رو که تو برای تک تکشون در نظر گرفتی، ای خداوند اینها بفهمن، بدانن، خودشون رو در تو بشناسن و واقعا دل تو رو درک بکنن برای زندگیشون. ای خداوند، در رابطه با تو به عمق‌ها وارد بشن، به اعماق تو وارد بشن و تو رو آنطوری که هستی به عنوان پدر بشناسن. ای خداوند، واقعا تو نزدیکتر از پوستشون هستی بهشون، از نفسشون بهشون نزدیکتر هستی. ای خداوند، این رو درک بکنن و بفهمن. همه اینها رو در نام پرجلال عیسی مسیح می طلبم. آمین. آمین.
خیلی ممنون. مرسی خواهر لویز عزیز. دعای پرقدرتی بود. مطمئن هستم که ما خدای واقعا زنده ای داریم و میشنوه و آمین میگه. ممنون از حضورتون در برنامه. خیلی مطمئن هستم مفید خواهد بود و بود. و ممنون تشکر از تک تک شما عزیزانی که تا اینجای برنامه تا آخر برنامه با ما همراه بودید. تکرار برنامه امشب رو میتونید پنج شنبه ساعت 3 بامداد و همچنین شنبه ساعت 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید. فراموش نکنید فیسبوک علامت سوال رو لایک کنید. هفته آینده هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با موضوع آیا خدای ما خشونت رو دوست داره و موافق با خشونت هست با دکتر ساسان توسلی. فراموش نکنید سوالاتتون رو برای ما بفرستین. مواظب خودتون باشین. ما هستیم. شما هم باشین.